این شد آرم برنامه امروز، آهنگ برنامه بود ویوالدیه که تبدیل شده فکر کنم به مخالف سگاه اینجا. یه شکلی از مخالف سگاهی که من درست کردم که هارمونی خوبی هم داره. و امروز من میخواستم یه چند تا کتاب خیلی خوب از کتابخونه خودم نشون بدم، کتابایی که من میگم که خیلی ارزش خوندن دارن. من اینجاست، همینجاست، آیسی این تب دیگه همه بزنم ایندکس بوکس. اینجا من سایتی دارم به نام bibo2.com/books. اینها کتاب های مختلفی که به فارسی و به انگلیسی من گوشتم برای افرادی که علاقه مطالعه دارن. یه مقدار کتاب موسیقی هم اینجا دارم و میتونیم خیلی فرمت های مختلف هست به فارسی به انگلیسی و نمیدونم فهم میکنم من هزار تا کتاب دارم اینجا، نمیدونم شما بگردین بشمورین به من بگید. من این مثلا کتابای سال 2011 است، کتابای که سال 2011 جمع کردم، البته در تاریخش هم دقیق نیستش. این حالا این تایتل ها کامل نیستن، اینجا وقت شما نگاه میکنین یا بعضیاشو میشه فتلی شاه، مسافرنامه فتلی شاه هستش، این کتاب خوبیه، نخوندم من هنو باید بخونم که لیست نمه. دفاعیات سقراط، نمیدونم کی نوشته، فروغی نوشته، فهم فروغی نوشته کتاب خیلی خوبیه، فروغی، محمد فروغی کتاب خوبی نوشته در فلسفه برای اون زمان در ایران. اینو نمیدونم، فهم قدیمو نگاه کردم حالا یادم نیستش، ولی فروغی هم دارم من، اگه کسی فلسفه علاقه داره. پس من یک چیزه نشون میدم، این لیستشی که منم FTP کردم و سال 2011 نگاه میکنم چون اسما کامل تره، من دارم از این ویندو استفاده میکنم. 10 داستان از کافکا که در فارسی هستش، احتمالا بد نبودش من یادم نیست خونده باشم. من فیکشن زیاد علاقه ندارم چون احساس میکنم که جهان واقعی به اندازه کافی پیچیدگی داره که انسان ها باید وقتشون رو بزنن و اکثر مردم هم وقت رو ندارن، اون وقت و فراغت و چیه ندارن که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن یا مطالعات داشته باشن، اکثر مردم ندارن و اون وقت کمی هم که دارن و ما نباید باید سعی کنیم بهشون اطلاعات بدیم و سرشون رو گرم یه مش داستان و جن و اجنه و نمیدونم داستان های خیالی و که اصلا ربطی به این جهان نداره. درسته که فانتزی هستن و شاید برای ایمجینیشن انسان ها، نمیدونم کلن این تکون دادن ایمجینیشن انسان ها چیز خوبی، ولی به نظر من اگه بخواییم تصور، قدرت تصور و تخیل انسان ها رو تقویت کنیم باید بهشون بگیم نقاشی بکنن. نقاشی بسیار تخیل میبره و بسیار جالبه و بسیار ساده است و بسیار سرمایه‌گذاری خوبی برای خود آدم، چون با در مدت زمان بسیار کوچکی شما یک تصویری درست میکنی که مدت ها بهت یه انرژی میده. هر بار مثلا چیزی که خودت درست کرده باشه و خودت دوست داشته باشه، انگار مثل اینکه برای خودت یک دارویی تجویز کرده باشه، داروی ملایمی، مثلا چندم چای بابونه یا هر چیزی که شما رو یه خود حالت رو گرمتر یا حالت رو آرامتر یا حال شما رو مثل چای انواع اقسام چای های مختلف تنوع میاره. افلاطون و شاعری، نمیدونم اینم فلسفه است ولی نمیدونم که نمیدونم خونده باشه، مقاله از کی هستش؟ اهورامزدا، خط میخی، آهان یکی دوتا چیزی خط میخی است و خط میخی خیلی مشکله، مشکل تر از خط ژاپنی هیراگانا است، بیشتر حالت کانجی داره و به همین خاطر این فرهنگ ها عقب افتادن به خاطر این خط های عقب مونده، به خاطر این جاده های فکری تیکه پاره و
پر دست انداز. من مقدر که انسان ها انقدر مشکل دارم و هنوز هم مشکل دارم چه در همه این زبون های بشری. انا کرنینا، این به فارسی بگیرم، دوتا جلد کتاب ترجمه کتاب تولستوی هستش. من نخوندم انا کرنینا رو، گلم گفتم یه خود فیکشن من اشکال دارم با اینکه تولستوی واقعا در بعضی جاها بسیار واقع‌گرا است، یعنی خوب واقعیت رو چون میکنه، ولی در همه جا من اینو هیچ کس نمیتونه واقعیت رو کاملا کپچر کنه. انسان باید خودش دنیا رو تجربه کنه نزدیک و داستان نخونه راجع بهش، بعد یا حداقل بیوگرافی و چه میدونم چیزای نان فیکشن بخونه. از کتیبه بیستون یه مقاله من در مورد بیستون چند سال پیش خوندم به انگلیسی، حالا نمیدونم اینجا دارم، بسیار جالب بود. اصلا فکر نمیکردم که یه مقاله مال 100 سال پیش در مورد بیستون، اونم مدت ها بعد از اینکه کشف شده و دیسایفر شده و ترجمهش کردن و تونستن به انگلیسی معنیش کنن و این حرفا، 50 سال مثلا بعد از این رالینسون بوده دیگه، تازه نشون میداد که نه تنها سنگای بیستون کم کم خرابتر و خرابتر شدن در اون 50 ساله، یعنی کلا این خرابی مدام، وقتی شما کتابای مختلف میکنی میبینی که این خرابی مدام بیشتر و بیشتر داشته میشده در این خرابه های ایران. مثلا وقتی آب نیست در این قاره، چون غذا نیست، علف نیست، هیچی نیست و جمعیت نیست و شما نمیتونی انتظار آبادی داشته باشی و نمیتونی انتظار ساختمون هایی داشته باشی که بر جا بمونن، همیشه در حال تخریب، در حال خراب شدنه، مخصوصا که در اینجور کشورها به خاطر ظلم طبیعت انسان ها هم مجبور شدن طرقی بسیار کنسرویتیو، محافظه کار، سیاه‌سفید برای بسیار بقا دنبال کنن، که این میشه که شما همیشه دیکتاتور میبینید در اینجور کشورها، به خاطر اینکه کسی که به قدرت میرسه در جا متوجه میشه چقدر اوضاع نابسامانه و چقدر اصلا کل سیستم در حال متلاشی شدنه، برای میخواد اینا زود تبدیل میشن به یک دیکتاتور تا بتونن کشور نپاشه از هم. این چیزیه که ملت ایران زمان شاه نفهمیده و الان هم نمیفهمه. جمهوری اسلامی هر گندی که هست، هر گندی که جمهوری اسلامی هست، این کشور رو یه تیکه نگه داشته با همه کلک ها و راه های کسیدی که استفاده میکنه، چون راه دیگه نیست. اگه شما این اسلحه ها رو مصرف نکنه، همه این چیزهای آشغالی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، میدونه که میندازنش و همونطور که شام انداخته. مردم ایران وقتی انقلاب کردن حکومت شاهنشاهی میخواستن، لزوما حکومت اسلامی نمیخواستن، یه عده با بلندگو شعارها رو عوض کردن. هیچکس به این مسئله تکرار اشاره نمیکنه که یه عده بلندگو به دست این تظاهرات هیچ هر شعاری گفتن ملت هم تکرار کردن، مردم واقعا هر چیزی بهشون گفتن تکرار کردن. این خیلی کار اشتباهی و یه عده مدام توی این شعارها کلمه خمینی رو ربطش میدن، خمینی فلان فلان مرگ بر شاه بود، بعد شد خمینی فلان، بعد کم کم یه مش هی جمله به جمله به این کد اضافه کردن و یه خط مشی کثیفی رو شروع کردن ادامه دادن. بخواد که یه عده از تمام این میونه این گروه هایی که بودن، یه گروهی میخواستن سوارشن به گروه های دیگه و آخوندام یا قسمت بزرگی از مهمی از آخوندام این بودن. و نارواست که ما همه آخوندها رو بکنیم. انگلیش داشتم راجع به کتیبه بیستون میگفتم و اینکه در اون 50-60 سالی که از کشف رالینگسون و داستان اصلا رالینگسون رو چه دقیق تر از همین چیزایی که من طالب خونده بودم، که این پسر کردی رو استخدام میکنه، که این پسر کرده بسیار مثل بز میتونسته از صخره بالا بره. خود رالینگسون که بسیار چند بار سعی کرده بود، ولی بالاخره یه پسره که کردی بهش کمک کرد که بره به اون بالا و اینا رو کپی بکنه، با مداد یا با زغال یه کپی رو کاغذ در بیارن از توش. و حتی این پسری که میگفت از دیوار راست بالا میرفت مثل بوز کوهی بود، حتی اینم یه بونک برای اینکه واقعا همه رو در بیاره چند جا جونش به خطر افتاد. و خیلی جالبه که اصلا چجوری درستش کردن، چجوری پلایی که وجود داشته ابین بردن،
مثلا چقدر مشکلی که بهش رسید و بعد چقدر که تحت چیز آب و بارون و آفتاب و اینها مدام در حال تخریبه. و بعد نکته که در این کتاب میخواست، یکی از نکات این بود که در اون 50-60 ساله هم خود صخره‌های بیستون خورده خورده شده بود و هم این کپی های کاغذهایی که چون دوربین دیجیتال که نبود که همون روز اول عکس بگیرن بده، این کاغذهایی هم که رالینسون کپی کرده بود بس که همه جا رفته بود و لکچر داده بود، همه جا سخنرانی کرده بود، اینا به رو زمان در سفرها و مصرف اینا داشتن خراب میشدن و این یه عده مجبور شدن دوباره برن تصویرگیری بکنن از بیستون و حرف به حرف دوباره مقایسه بکنن با این کپیایی که خورده خورده کپیایی که رالینسون در آورده بود که دوباره اینو تمرین، یعنی حافظه با اینکه این شخص رفته اینو کشف کرده و کپی کرده، این کپی داشت از بین میرفت و اصلا هم داشت از بین میرفت. این چیز بسیار جالبیه که تا همین امروز هم ما میبینیم که شما حتی یک ویدیو دیجیتال به شما گفتن این خواهد مون کیفیت شما خب، ولی نه از هارد درایو به هارد درایو که کپی میکنی برن میکنی تو دی وی دی یا چیزهای مختلف تیپ های مختلف، به مرور زمان همه اینها در حال از بین رفتن. این داشتم میخواستم چند تا کتاب رو چی بکنم، برشت و فشاهی. آها یه مقاله ای که محمد رضا فشاهی نوشته در مورد برشت نیست. اوکی کالت آف مانی، این مزدک و مانی اینها یه مش کالت بودن که ایرانی ها بعضی ها که از اسلام متنفرن هی اونو چیز میکنن که مثلا این یه چیزی ما چون اونم یه خرافاتی بوده، مثل این خرافات زرتوش خرافات بوده، مانیگری مزدکگری این همه خرافات بوده. این دکتر الهی قمشه‌ای شهیاد درجه یک جالبه که هیچ کس نمیاد در جوام ایرانی یه نفر بیاد این بابا رو قشنگ چی بکنه، نقدش کنه، بگه آقا این طرف شیاد درجه یه که این اراجیف چیه به هم میبنده. این کتاب صفوت و دورینگ در مورد موسیقی ایرانی که میکنم به فرانسه باشه، این همه زیر 2011 است. That's very good. مثلا یادم نمید این کتاب اعترافات سنت آگوستین. اوکی نمیم آگوستین اعتراف وقته فلسفه یونان. آیا اینه که مال آقای چیزه محمد علی فروغی؟ کتاب برتراند راسل هم قابل تعمل، یعنی که اشتباه زیاد داره، حرف عجیب داره، ولی خب بر صورت از اون کتابایی که به فارسی سلیسی ادغام نوشته شده، ولی خود برتراند راسل هم اشتباه کرده. ترجمه منش هم نمیدونم این اسمایی که مصرف کردن به فارسی اینا مردم عادی میدونن این فرقه های مختلف کنه نمیدونم. جمالزاده فارسی شکرش بسیار خنده داره. این چیه؟ فارسی شکرش، این به فارسی هم هست. محمد رضا فشاهی یک پروفسوریه در فرانسه که راجع به ایران و فرهنگ ایران و انقلاب و اینجور چیزا می‌نویسه و خیلی از سیر تا پیاز هزار حرف میزنه، ولی یه مسئله ساده رو درک نکرده که چرا ایران اینجوری شده. همه میخوام بفهمم که چرا ایران اینجوری شده، ولی کشور خشکی، تمام قاره خشکه. نگاه بکنیم به سرلایت مپ کل قاره. راجع به قیام بابی های قسمتی از کتابش رو من چیز کرده بودم، عکس برداری کرده بودم و PDF کردم خودم. خلاصه خیلی خوبی میده از نهضت بابی و این حرفا، ولی حالا بعضی ممکنه بگن، دیگران که از من بیشتر میدونن ممکنه بگن که نه مثلا ما تاریخ بابی رو بهتر میدونیم. این حالا برشاد به نظر من یه چیز بیطرفی بود و مختصری بود. این سفرنامه گوبینو هست، این به ایران رفته زمان ناصرالدین شاه، دقیقا بعد از کشته شدن، چند ماه فکر میکنم بعد کشته شدن امیر کبیر، و خیلی خوندنی به نظر من. کسی رزانی نمیدونم هشترودی میگیم فلسفه نیستش، این چیش هشترودی نیستش، بذارم بریم اندر
ببینیم. این کتاب حاج سیاح هم که گفتم بسیار بسیار، این اصلا هیچی نخوندین این یه دونه رو، حداقل به این گوش بدین، میخوای یه تیکش اصلا گوش بدیم همین الان، حالا نمو کجاش. کاش یه نکته خوبش رو پیدا کنیم. ابراهیم خلیل خان را به حکمرانی یزد مأمور کرد. به رغم او کامران میرزا نایب السلطنه که حکومت تهران و گیلان را به علاوه وزارت جنگ و سپه سالاری در عهده داشت، عبدالله خان پیشخدمت خود را والی گیلان گردانیده. پیشخدمت ها کارهای بزرگ عمرا و شاهزادگان بزرگ را به دست گرفتند. حسین قلی خان ایلخانی تعهد کرد که در نظم صفحات عربستان به جعفر قلی خان همه نحو مساعدت نماید. صدر اعظم مستوفی الممالک است. خراسان را به رکن الدوله دادند. امین السلطان وزیر بیوتات و خزانه گردیده است. در تهران حراج حکومت ولایات است. هر کس زیاد پول می دهد به او می دهند. همچنین حراج لقب و منصب، علل اتصال سرهنگ و سرتیپ و یاور و سردار است که لقب داده می شود. قشون نیست، افکار عامه محدود، صحبتشان از این قبیل امور است که کی حاکم شد، کی چه لقب گرفت، شاه چند دفعه قضا خورد، شب کجا خوابید، به فلان مرحمت فرموده، فحش گفت. از این اوضاع و مکررات خسته شدم و در بهار که هوا ملایم و موافق بود، هوای سفر و سیاحت به سرم افتاد. عزم کردم چندی به فرنگستان گردش کرده به مکه معظمه مشرف شده به ایران برگردم. مکتوبی به والده نوشته اذن خواستم. حاجی ملا مهدی اذن حاصل کرده بود به شرط نوشتن مکتوب از هر کامنت ها همه مثبت هم برای حرکت یک بار از که شده تهران به سوی رشت. رجب 1296 قمری، تیر 1258 شمسی. بله، حالا اینو ما ببین واقعا گوش کنیم. رجب بسیار 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 شنیدنی هستش. و حالا نکته ای که اکثر مردم امروز نمیدونن اینه که زمان قاجار مردم باید مالیات میدادن و امروز به خاطر درآمد نفته که دولت از مردم پول نمیچاپه. زمان قاجار پول نفتی وجود نداشت و دولت به طور یه هایرارکی به وجود آورده بود. هر کسی نوکرم چاکری داشت، چاکرم نوکری داشت، هر کسی به پایین دستی خودش زور میگفت و از اون پول میکند و این پول از پایین جامعه میومد، کنده میشد، هر کسی یه تیکه کمیسیون برمی داشت میداد به بالا و همه داشتن همه رو استعمار میکردن و این هایرارکی وجود داشت و اون شاه هم بالا نشسته، هر پولی که اومد مهم نیست، یه هفتم، یه پنجم، هر چی میتونیم بکنیم این برانور بر من پول بیاریم. و این بابا تمام هدفش هم فقط این بود که بر سر کار بمونه و سیستم از هم نباشه. و همونطور که ناصرالدین شاه بود، همونطور هم رضا شاه، مهدی رضا شاه، این و این خمینی و این خامنه‌ای. یعنی خمینی ترس اول و آخرش این بود که این انقلاب کاملا متلاشی بشه و هرچی هست از دست همه در بیاد. برای خود شروع کردن به جنگیدن و این وسط سگ و سگ دوونی هر کسی سگ هارتری بود تونست که بر سر قدرت بمونه، هر کسی که حاضر بود یه گروه دیگر زیر آب بکنه، همه، یعنی این هایرارکی شروع شد. البته خیلی روشن فکر و این حرفا زود کشیدن کنار چون اهل این کتککاری ها نبودن. شما یه عده مثل لاجوردی و نمیدونم خلخالی اینها تونستن، چرا؟ چون شعرها رو دونه دونه عوض کردن و این آخوندها رو همه رو فرو کردن به مردم. به اصطلاح قرار نبود که انقلاب آخوندی بشه، قرار نبود انقلاب اسلامی بشه. اول مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. اون یارو گفت وحدت کلمه، خمینی حرف اولش بود وحدت کلمه، همتون یه حرف بزنید. ولی با استفاده از این برچسب
چه میدونم مذهبی که این آخونده به چیزا میزنن، در واقع یک برچسب روز کرد، یک برچسبی که اصطلاحی که متفاوته و چیز زبونها شد، ورد زبونها شد. حالا این شاه پرستا هم یاد گرفتن مثلا یه چیزی بیاریم بگیم مثلا این پروژه فرگشتی ناس. حالا این ما یه عده دانشمند رو جمع کردیم که راجع به آینده ایران صحبت بکنن. ای بابا بعد از 40 سال تازه به صرافت افتادین، شما باید تا حالا چندین تا کتاب نوشته بودین و این مسائل رو کاملا 40 سال وقت داشتین، هیچ کاری نکنین. مردم درون ایران نمیدونن که ایرانی ها چقدر بی دست و پا هستن. وقتی شما میای خارج و این همه جمعیت ایرانی رو میبینی که خارج هستن، خیلیشون هم پول دارن، بی پول هم نیستن خیلیا، شما برو بهشون بگو آقا مثلا 100 دلار اگه میشه برای بنیاد مثلا چیزی برای ایران، برای آموزش ایرانیان، برای موسیقی، برای فرهنگ، برای آموزش تاریخ، 100 دلار آقا مثلا سالی بدین، غیر ممکنه. طرف تو خونه 5 میلیون دلاری نشسته، نه، چون احساسشون به طور درستم نمیشه سرزنش کرد، بخواد که میتونه که این 100 دلار رو انگار انداختی تو سطل آشغال رفته. ایرانی ها بی دست و پا هستن و ایرانی های درون ایران که اصلا غریق هستن، یعنی مدت هاست اکثر جامعه داشته دست و پا میزده تو آب و شما اصلا نمیتونی انتظار داشته باشی که اینا خودشون نجات بدن، چه برسه به اینکه بیان حالا مثلا حکومت هم برونن مثلا اینا رو دفع کنن و بعد زود جمع بشن، گفتمان درست داشته باشن، متحد بشن و یک سیستمی رو به وجود بیارن که مثلا دموکراتیک باشه. اصلا هم چیزی نیست. ایرانی ها واقعا افراد روشن و متفکر اینا نداشتن. شما متفکران زمان اون انقلاب رو نگاه میکنید، مثلا نمیدونم علی شریعتی و نمیدونم جلال آل احمد، اینها جوک هستن، اینا حتی فرهنگ غرب هم نفهمیدن جفتشون. و حرفایی که راجع به غرب مثلا جلال آل احمد میگه که چرا این خارجی ها همش میخوان به ما و به فرهنگ ما مثل یه میکروبی زیر میکروسکوپ نگاه کنن، انگار اونا دانشمندن، ما یه موجود عجیب کوچیک هستیم، میخوان زیر میکروسکوپ به ما نگاه کنن. خب بابا دلیل داره، چون تا حد زیادی هم هستیم یعنی شرقی متوجه نیست که غربی چجوری اونها رو میبینه. همونطور که اکثر بچه‌های تو ایران که تار دستشون میگیرن تار میزنن، نمیدونن که با وقتی شما این ساز دستت میگیری و مثلا شروع میکنی یه جا زدن، ویدیو تو مردم میبینن یا هرچی، در چشم مردم اکثر مردم کشور پیشرفته شما انگار یه آدمی هستی از دهات دور افتاده افغانستان و یه رباب دستت گرفتی داری میگه دان 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 دان. چیزی که اونها میشنون، انتظاری که اونها از موسیقی دارن، این چیزی نیست که شما در روی تار و ستار و کمانچه میزنی. اکثر مردم، حالا درسته که بعضی ها تونستن با یه کلک های خودشون رو بفروشن و یه نیشی رو برای خودشون باز کنن در مارکت غربی، ولی این رو هم رفته کسایی که واقعا موسیقی بلدن به این چیزهای ایرانی توجه نمی کنن. ایرانی در این موسیقی پاپ که واقعا زننده است، موسیقی پاپ اکثرا زننده است. آقا یه میوزیکال بریک داشته باشیم، یه چیز گوش کنیم، دوباره بقیه این ویوالدی رو ببینیم. میشه شرقی ها همچین موسیقی نشنیده با امید یه همچین تکسچه همچین بافتی. آن ریتمایی که اینجا میگیره خیلی جالبه، ریتمای آفریقایی میشه یهو.
اون آخری این توپلی بود. اینجا توپلی بعد اینجا آهنگ بندری داریم. بندری میگم آهنگ جنوبی نگم بندری. اوکی. این موسیقی کلن ویوالدی موسیقی بازاریه به نظرم. یک نمونه بسیار یعنی بازاری ترین موسیقی کلاسیکه در واقع. بسیار کچیه، بسیار ریتمای عوض میشه، ملودی ها خیلی تو دل برو هستن و یه افکتایی هم اونجا به وجود میاره. قبل از ویوالدی کی این افکت ها رو درست میکرده؟ من نمیدونم. حتی باخ که معلومه در خیلی جاها تحت تاثیر ویوالدی هست نمیتونه درست اینجوری افکت بده اینطور که ویوالدی میکنه. یه طرف خیلی کچیه، خیلی دو دل برو، یه طرف دیگه هم خب یه المنت هایی داره که محتوا بهش میده و پیش پا... نمیتونیم بگیم کاملا پیش مرده است. حالا ما که اینجا اومدیم مثلا سگا و مخالف سگاش کردیم اینجا، خب obviously اون یه مقدار دیتیل ها بین رفته، ولی به خاطر counterpoint، به خاطر اینکه هنوز این کانتورهای مختلف وجود داره، بعضی افکت ها هم اثر میکنه، ولی برشاید یه چیزی به وجود آوردیم بسیار بهتر از اون چیزی که مردم ایران تا حالا به وجود آوردن در موسیقی خودشون. یه چیزی تازه اینم میشه بهتر از این در آورد، اصلا از اینم بهتر میشه در آورد، از خود ویوالدی میشه بهتر در آورد. ویوالدی چیزی نیست، یه مش ملودی خیلی کچیه، خیلی کچی، خیلی یونیورسال، خیلی ساده، تنوع ریتمیک ایناش که خیلی دیگه ساده بود. بعد یه خود کلید عوض کردن های جالب، کوردهای هفتم و نهم، کورد نهم هم مصرف میکنه، یه افکتار اینجوری وجود داره. یه چیزی شرقی میشه نوشت در همین حد یا بهتر، این کار غیر ممکنی نیست. من که حوصله ندارم شما بکنیم. آلرایت، داشتیم که دوباره نگاه میکردیم. آلرایت، بریم. آها، لیست کتابا رو داشتیم نگاه میکردیم ببینیم چی داره. اوکی، آه هشوگی رو میخواستم ببینم. بیم تو اون سایت beauty.com مدافعات سقراط داشتیم نگاه میکردیم. کدوم هشوگیه؟ دوباره هش بگردم. هشترودی، آه چیزیه یادم میاد، چیزی فارسی رو نخوندم. آها، این چیه؟ هیلان دیگرکاری رازی سه اندیشه دکتر محسن هشترودی. یه هم چیزی خوبی شنیدم و جشن نگاش هم کردم. آها، از خط ایشونه. چجوری ایشونه؟ Oh, did I go back? Don't tell me I went back. خب شاید هم گیر کرده. بعد دیگه بینیم چی داریم؟ هایدگر که اطلاف وقت کامله. این کسی که خیلی فلاسفه که یه خود مهندسی و AI و سیگنال پروسسینگ و یه چیز رو میگونستن خیلی بهتر فکر میکردن.
جنگ و صلح تولستوی این کتاب بدی نیست، با اینکه فیکشنه I think it's a good one. پدر سرگی، این کتاب های دیگه زیاد من به فارسی هم هست، مهنامه فلسفه ها اینو ما این هایدگر میگم هایدگر مهر میتروا اوکی ملودی کمپوزر من وایت اوکی آی دونت نو وات دت ایز اسوتیو این چیزه افکار تشکیل افکار پریزاد نبوکاف پرژن دی پرژن کوشن کتاب شاکر اسمش چیه؟ یادم نیست الان. پیترو دلاواله، سفرنامه پیترو دلاواله است که زمان صفوی میاد ایران و این کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. نمیدونم چجوری بگم چون از صفویه به اون صورت چیزی در دست نیستش و درک بهتری میده. وقتی که میره شهاب پاس رو ملاقات میکنه و اون میتینگی که و صحبت هایی که میکنن و شراب دستش میدن، ناراحت میشه. شهاب پاس میگه چرا شراب رو نمیخوری؟ یه چیز گنده داشتن، یه دیگه گنده شراب داشتن، هی به همه هی داشتن شراب میدادن و خود شهاب پاس هم میداده، میخواسته مست کنه اصلا. بعد این میگه که آقا من مشروب، من نمیتونم شراب بگیرم، شکر من درست کار نمیکنه، من هیچ وقت نمیتونم شراب بخورم. پس میگه بابا تو چه مسیحی هستی؟ ما مسلمونیم و داریم میخوریم، تو مسیحی هستی؟ هی به زور میخواد بهش بده. و هر کس دیگه بود میگه آقا باش چشم شاهنشاه، هر چی شما بگی من میخورم، با این که حالم برمیخورم. این باز قبول نکرد، گفت ببخشید این خلاف عقله، میدونم دلم میخواد با شما خوش بگذرونم، صحبت کنم فلان، ولی من نمیتونم شراب بخورم، این شکر منو خراب میکنه و این کار صحیحی نیستش برای من. و اتفاقا شاه خوشش میاد، میگه که مثلا این که این طرف جلو من واسات و نذاش که من مجبورش کنم که حالش خراب بشه و هرچی. ولی در واقع شاه میخواسته، فهم کنی داره دروغ میگه، نمیخواد مس کنه، چون اینها از زمان باستان، از زمان هخامنشی هم این رسمی بوده در میره ایران ها، که هر وقت میخواستن، هرودوت فهم کنم اینو میگه، که هر وقت میخواستن که مشورت بکنن یه بار بدون شراب مشورت صحبت میکردن و بعد یه بارم بعد از خوردن شراب در یک جلسه دیگه در مستی صحبت میگن که حرفا بیرون بیاد، مردم بتونن حرف دلشون رو مثلا بزن، گروه رهبری یا هر کسی که مثلا قرار تو جنگ یا فرمانده ها اینا بتونن حرفشون رو بزنن. آها اینه چیز محمد علی فروغی، سیر تاریخ فلسفه، این خیلی کتاب خوبیه. اگر به فلسفه خیلی با زبون ساده هم برای اون زمان واقعا دمشون گرم. سیر تاریخ فلسفه زیر همون 2011 است، people2.com/books/2011. این کتاب خیلی خوبی و من توی صفحه دیگه بازش کنم. خیلی سیاوش برای نوآموزان، این چیه؟ نکنه نه نه اینم نیست امکان. ای بال بال اوکی، البته من نمیدونم این کتاب شاید خوب باشه ولی Anaxagoras، این پیش سقراطیان به نظر من، اگه کسی واقعا الان حتما باید پیش سقراطیان رو، فلسفه پیش سقراطی رو مطالعه کنه، خیلی خوبه. شیطان و خدا، این یه مقاله قدیمی از زمان شاه که من سکن کردم، اسم مقاله گوشتن بردگی، سه مقاله در مورد بردگی، ولی فکر کنم ناشر مخصوصا این ترجمه غلطه کرده. سه مقاله است در مورد بردهداری در زمان اسلام و پیش از اسلام در ایران. نمیخوام بگن که در ایران بردهداری وجود داشته، ما بردهدار بودیم، نه نه اسلام بردهدار بوده، نه نه اسمشو میذاریم بردگی که بتونیم چاپ کنیم مثلا ایرادی نده. فقط کسایی که واردن و میخوان این میدونن این کتاب چرا بخرن.
خیلی با حساس بود این اون کتاب چیز کامنت ویژن کامنت وان چیزی دیگه پتروشفسکی کتاب اسلام در ایران دارم من اینجا این به ترتیب الف باس فلسفه کهن یونان ها سیر تاریخ فلسفه یک کتاب پتروشفسکی هست حالا اینجا چند کپیشو دارم من میدونم پیدا میکنم اینجا هر چیز پتروشفسکی سرچ کنیم پی ای تی نه آه این لیست کامل تره کتاب هاست Anthropological Review تاریخ ایران پس از اسلام البته بعضی کتاب هم از منابع اسلامی چی شده لزوما همشون همه این کتاب ها چیز نیستن این فکر کنم سمپوزیوم اون کتاب افلاطون هستش در مورد مجلسی که نشست ضیافتی که با چیز داشتن با سقراط و اون مقاله بسیار مهمیه من سقراط و افلاطون رو پر از مغلطه میدونم به خاطر زیاد تعریف نمیکنم سیادنامه ابراهیم بیک سوکرتیز دیفنس اوکی پیترو دلا والاس پرشین لترز این به فارسیه یا به انگلیسیشه تاریخ ایران پس از فلان تاریخ ادبیات ایران اینو فکر کنم گوبینا نوشته تاریخ ادبیات اوکی برگردیم اینجا نگاه بکنیم این لیست رو من سکن میکنم شما میتونید پاز کنین و ببینید چه کتابایی رو دوست دارین و ببینید هر کدوم خواستین دانلود بکنید دفاعیات سقراط اوکی فلسفه فتلی شاه سفرنامه مسافرت به ایران اوکی فلسفه غرب کریم مجتهدی نمیدونم اینم احتمالا سانسور این به نظر ارزش خوندن به اون صورت نداره بده گوبینو سفرنامهش اگه که یه تیکایش هم من گذاشتم پیدا بکنی خوب محافظات از کارتون سفرنامه مظفرالدین شجاع من تیکاشو خوندم بد نیست I think خوندن اینا چیزه سیر حکمت این سه تا مال سه جلده محمد علی فروغی سیر حکمت تو همون وجود سرچ کنیم کنترل F سیر حکمت این یک کتاب افتضاحیه که خانمی نوشته اصلا این هم اینگاه کتاب تشریفاتی هست اصلا مردم اگه شنیدن که مثلا در سفرنامه خارجی از ایران هم صحبت شده زمان قاجار یه وقت مردم نرن اصلا اون سفرنامه رو بخونن ببینن چقدر بد گفتن از ایران نه بیا ما یک کتاب می نویسیم مثلا زن در این سفرنامه ها و یه مش مغلطه سرهم میکنیم که اتفاقا این کتاب ها نشون میده که این کتاب بود من دو تا کتاب پیدا کردم در مورد این همین سابجکت زن در سفرنامه های اروپایی به ایران و فکر کنم جفتشون هم بی خود بودن بله همینطور که میبینید مثلا این که فلانی گفته یه تیکه تیکه های مثلا سرهم میکرد و میگفتن ببینید نشون میده که ما ایرانی ها چقدر تقواگریم و چقدر اهل اسلامیم و چقدر واقعا مردم با ایمانی هستیم و زنان ما چقدر همیشه محجبه بودن و زنهای ما اصلا روی کسی رو به خودشون نشون نمیدادن و زنهای ما فلان فلان اصلا هم تعجب میکنه یعنی به جای اینکه یه کتابایی رو بیان اصلش رو چاپ کنن یا بزنن تو پی دی اف مردم بتونن چی بکنن ترجمهش کاری نه مردم باید بخونن خیلی کتابای خیلی زیادی هست زنهای اروپایی که به ایران اومدن نوشتن
نه یه مش دروغ سر هم بکنیم که اگه کسی مثلا کنجکاوی پیدا کرد بره اشتباهی این کتاب بخره که مثلا قانونی و آزاده، که بعد یه مش دروغ سر هم بکنیم و وقتش هم هدر کنیم و فکر کنیم که آره دیگه مثل همه کتابای فارسی وقتمون هدر کرد این کتاب رو. طرف ول کنه و بره به جای اینکه لب کلامو بذاریم که این کتاب به انگلیسیه، سه تا کتاب پی دی اف هن این در 2012 اوپس، که کجاست این بالاش؟ آها اینجاست. اینا به انگلیسی هن. این شپیل وگل کتاب خیلی خود خشکیه، ولی تاریخ جهان غرب هستش، خود خشک بهتر از این هست. این برای نمیدونم ای پی کلاس ها و نمیدونم کالج یا های سکول اینجور چیز هست. حالا 2 روز دیگه دانلود میشه. این سیر حکمت رو ما ببندیمش. راستی اون چیز رو پیدا کردیم، سیر حکمت. آها SEI. آها اینجاست. 19 مگابایت حواس بود. سال 2013 چی داشتیم؟ این نسخه خطی کتاب مقدس بابی ها هستش، بیان، یا بیان مال بابی هاست یا مال بهایی هاست یادم نیست. این شیاد بازی رو اینجا میبینیم دیگه، یه طرف چه نقاشی هایی میکرد. این که میگن مثلا چه میدونم مانی نقاش بوده، فلان نقاش بوده، همه ملت برای اینکه تأثیر بذارن رو دیگران از هر چیز هنری، حالا تو هنر درجه سه هم شده، استفاده میکنن که بگن نه ببین این مثلا چه خطی داره، چه جوری هم نوشته، وای این واقعا پیامبریه. خط جالبی هم نیست، ولی هم یه نقاشی های عجیب غریب هم کرده بود. همه اینا باید مردم رو یه جوری آدم تعجب میکنه چطور یه عده دیگه ای که متخصص مثلا اسلام بودن اینقدر تحت تاثیر این محمد علی باب قرار گرفتن و اصلا طرف رو واقعا قبول داشتن که نه این درک عمیق تری داره از قرآن و این حرف ها، این بهتر میفهمه مسائل رو. پس یه پیغمبر جدید هم هست اصلا نمیدونم آیا واقعا با هم نشستین و جلسه کردن گفتین آقا تو بیا پیغمبر به شما دنبالت میگیم که بتونیم کاری انجام بدیم، یا اینکه نه واقعا اینها اعتقاد داشتن و اینها افراد سطح پایین و نمیدونم کارگر جامعه هم نبودن، افرادی بودن که سواد رفته بودن، طلاب شده بودن، یعنی طبقه تحصیل کرده مثلا جامعه بودن. اینها هم چی داری میگید؟ چون زمان انقلاب 57 دیگه طبقه حتی تحصیل کرده چه جوری گول خورد؟ خیلی مردم پرت بودن، مردم سابقه آزادی، سابقه دموکراسی، اصلا هنوزش هم نمیدن دموکراسی این چیه. یعنی همیشه این رأی اکثریت و ترم لیمیت رو که خود آمریکایی هم فراموش کردن، نمیدونن که شما رو اگه به رأی دادین برای مدت محدودی شما رئیسی یا شما نماینده یا شما نمیدید تو ابد 30 سال 40 سال نماینده باشید. یه چیزی که تو آمریکا فراموش شده و همه کندی و بدبختی امروز سیاسی امروز آمریکا از همین مسئله. چون چرا میترسن که متلاشی بشه؟ دقیقا همون دیگه خمینی یا رضا شاه یا محمد رضا شاه یا ناصر، چون همه همیشه میترسن که این الان متلاشی میشه. یعنی خود رضا شاه مگه نیست نوشته میگه به خط خودش که آقا من چجوری مجبور شدم چقدر گروه های مختلف با چه زرنگی برم، با چه آدمایی، چند نفر آدم میشم. یعنی طرف پروژهش بوده مثلا آقا 2000 نفر ارتش دارم، با این 2000 نفر برم همه رو بتونم بکوبم، سربازم بگیرم، دیگه روش های دیگه باستانیه دیگه که این کشور یه جوری از هم پاشیدن جلوشو بگیرم. و واقعا زده و کوبیده
و همون کاری که داریوش هم میکرده و تنبوجی هم میکرده، یعنی هر کسی که به قدرت میرسه در کشور ایران همه سگهای هارون بالا میخوان بپرن و کشور تیکه تیکه کنن. یه عده که اصلا حق دارن، میگن آقا بذارین به ما ظلم میکنن، ما نمیخوام با شما باشیم. یه عده حق دارن، یه عده حق ندارن، یه عده روی حرس و تفاوتش و بعضی هم مخلوط همشه. برای من شما راید نمیتونی بگی که فقط اینه یا فقط اینه، یه مقدارش حرسه، یه مقدارش هم اونی که با هم بهشون داره ظلم میشه و میخوان جدا بشن. انگلیسی میگن آقا اگه کسی دوست داری بهش آزادی بده، زندانیش نکن. تو اگه میگی فلانی ایرانیه، فلانی ایرانیه، ما همه ایرانی هستیم، ما همه دوست داریم، آقا یه دن میخوان نباشن توی کشور، میخوان کشور خودشون بشن، میخوان جدا بشن. حالا بردارید مثلا همه کسایی که میخوان مشروب بخورن، آقا میخوان یه تیکه گوشه از این کشور داشته باشن برای خودشون باشه، یه مقداری هم از درآمد نفت لطفا به ما بدین آزاد باشیم. مثلا میگم اوکی بریم این این دوازده که نشوندم کتاب شپیلگر و فوگل بود، Western Civilization Uniqueness، یه خود بیترفی نیست، The Ascent of the West اینه نخوندم. یه همین کتاب های کالجی ولی بهترش هست کتاب این بابا اسمش چیه یادم رفته، Genetic Algorithms، دیدم کسی به Genetic Algorithm، History of Philosophy of Science، اینه موش کتاب انگلیسیه در مورد تاریخ فلسفه، تاریخ علم. این ها کتاب های در مورد ریاضیات و مهندسی و لکچر های فاینمن و کتاب های ریاضیات. کامپیوتر من زیاد داشتم، نمبر تیوری، توپولوژی. واو چی شد اینجا؟ انداختیم دور؟ خالی شده؟ آها فهمیدم داشته جا میگرفته. I'm not sure. آره این کتاب ها الان کجا دیگه دارم؟ اینقدر هارد درایو زیاد دارم نمیدونم. اوکی مپ این چیه؟ الگوریتم اون چیه جواب؟ هیچی نیست؟ با تیزه میکرده نمیشه. خب خوبش اینجا تست کردیم که شما وقت تا در کنیم. اسکالپس آها نویسنده های زمان افلاطون رو باید خوند، از هالیوودی ها بهتر می نوشتن. این سفرنامه ناصر خسرو رو من فکر می کنم تقلبیه، نمیدونم. این هم همون باز بیانه. این قصه های ایساپ رو مردم ایران نمی دونن، شنیدن بعضی شنیدن بده، اکثر مردم نمی دونن که چقدر از قصه هایی که به عنوان قصه ایرانی مردم میگن تو کتاب ها می نویسن، این قصه های ایساپ هستش. و من میگه به غرب، یک داستان قدیمی غربیه که ما داریم هر روز میگیم نرم زاغکی قالب پنیری دید بر دهن گرفت و زود ترید، این داستان ایسافه. یعنی نرم اون یه لاک پشته که دوتا مرغابی ها با چوب گرفتن به دهنشون تا لاک پشته رو ترانسفرش کنند، اون داستان ایسافه. بسیاری از این داستان ها، داستان بلرچین و برزگر که تو کتاب های فارسی میگفتن، اونم مال ایسافه. بسیاری کتاب به قصه ها بایدم ترجمه میکنه. چطور مدعی یک کشوری میتونه یه چیزی استفاده بکنه ولی یک بار کردیت ندن، بگن که آقا این قصه ایسابه، بریم بقیهش هم بخونیم، قصه های خوب دیگه هم داره. مثل که شما یه قصه از مثلا چه میدونم هانس کریشن اندرسون رو چاپ کنیم مدام همه جا، ولی نگی که این مال هانس کریشن اندرسون، مثل یه چیز ایرانی هی تعریف بکنی برای خودت. ایرانی از همه جا، از زمان باستان همه جا برمیگشتن، براشون زیاد مهم نبوده. میشه گفت که یه جورایی هم همه چی رو قبول میکنن، یک خوب بود و همیده دیگه، مثل بازار دیگه. شعرهای نیمه جفنگ از بروتسکی، سه حکمت جلد دوم، اینا بعضی کتاب ها تکرار شده. خوبه بدن که تکرار بشه که نباشه. 2013 بی آگستین این پیپو، ارسطاتل، اپیکورس، ارسطاتل چی داریم، متافیزیکس،
تکست فایل هم هست، اینا کوچیکن کار کوچیک. That's not bad. کتابی در مورد هرستار رو اوکی برگردیم بالا. اپیکورس چیه؟ آه اینا هم تکست فایل هم برمانی کوچیکن انگلیسی. اپیکورس خیلی خوبه، از همه این فلاسفه اون زمان بهترینه چون اپیکوریزم. اپیکوریزم اوکی، کیرنیزم، دیاجنیز، این کمه شما دروغ رو در بند. لوکریشیس یه فلاسفه دیاجنیز لاریتیس، این همش مردم ایرانی چقدر این بابا رو قبول دارن نمیدونم چرا. یه کسی که هزار سال نمیدونم 800 سال بعد از ارسطو در قرون وسطی زندگی میکرد، یه مش در قرن چندم بوده، پنجم میلادی، ششم میلادی، بعد از هزار سال یه چیزی نوشته، شما واقعا انتظار دارین که مثلا دقیق بوده باشه فرهنگ پنجم چهارم بعد از میلادی با فرهنگ چهارم قبل از میلادی؟ خیلی فاصله. چهارم قبل از میلادی بسیار با فرهنگ تر بودند. اون درجه تفکر و روشنی رو شما نمیتونی از 4 و 5 نه 6 و 7 بعد، یعنی بعد از سقوط چیزا باید ببینید. من هم چه همیشه قرن 3م 4مم 5مم این اواخر متلاشی شدن روم هستش دیگه. میگه بعد از متلاشی شدن روم باشه. اوکی ما بریم برگردیم ببینیم چی داریم. 2014 هیومنیستیک تردیشن، اینا انگلیسیه که دوباره راجع به فرهنگ های مختلف فهم سال اول دومه کالجه، فهم میکنم رفرنس هم داشته باشه مرخص که کسی علاقه ده. انشنت لیترچر، این بهترین های ادبیات یونان باستانه. این کتاب ناصر خسرو که باز گفتم فکر میکنم تقلبیه. بکت، این کتاب به فارسی هستش، بازی از بکت. برخت هم دارم، برتولد برخت. شنل چی؟ جوردانی، جوردانو، زن خوبه، سچمان برخت. اینا من نخوندم فارسی ها رو ولی نمیدونم شاید قابل تماشا. این کتاب های کموه ولی به انگلیسیه. مث سیسیفس، فاکنر به فارسی، هرودوتس، رالینسون. اینه کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی، کتاب خیلی خوبیه. این زه 2015 هستش، نوشته اسلام این ایران. برگردیم عقب 2015 سرچ کنم اسلامد، اسلام این ایران ها با آی بنویس. هم اون فارسیش بوده همچی. این کتاب خیلی خوبیه. این کتابی که من دانلود کردم اینجا کدومش اومد؟ آها این که گفتم شبیه گوگل یا خود کات اند درای تاریخ فرهنگ غرب. یه همچی کتابی به فارسی نیست متاسفانه. در مثلا یه تیکش من نشون بدم با عکس و نقشه و تاریخ و رنگی تاریخ فرهنگ غرب و ملت نشون بده نداریم ما. مثلا تایملاین بده قشنگ چه کسانی ده چه تاریخی. این ترجمه نشده، هنوز ایرانی ها همت نکردن یکی از این کتاب ها رو ترجمه کنن. پی دی افش رو بردن روش فارسی بریم سه هم اصلا اینا رو نگه دارن. کار مشکلی نیستش. من میگم با $5,000 $6,000 این کتاب میتونه ترجمه بشه. این همه ایرانی پولدار وجود داره در خارج. بروش بگم ما میکنم یک کتاب مهم رو ترجمه کنیم، شما میتونید $20 کمک کنیم. نه
ببین چه نقاشی هایی میکنن، سایه روشن میکنن، چه حالت سبودی داره. ما چه تاریخیه؟ یه 200 AD. بهتر از این هم وجود داره؟ مصری ها نقاشی های خیلی قشنگی کردن، شاید بهترش باشه. واقعا آدم شاخ میمونه، از اروپایی قرن 10 میلادی بهتر نقاشی کردن. چقدر زیبا، چه دیتیل. تارسوس، یه کسی هست به نام شیخ احمد ترتوسی و مالا قرن چندم میشه؟ مثلا زمان حافظ و اینها. و این مش کتاب داستان فیکشن داره، قصه و افسانه ای حرفا، به نام دارابنامه، پیروزنامه، 4-5 تا داستانه. اینها هیچ کس نیومده و قابل خوندن هم هست، قصه هم هست دیگه، مثل مثلا داستان امیر ارسلان یا سمک عیار یا این چیزا. اون چیه داستان چیه کرد، حسین کرد شبستری، اینا رو دیگه مثل چینی ها که قصه های خیلی چیپی می نوشتن و که فقط ترش ملت فروش بره دیگه، و مردم هم که نمی خوندن، طبقه که می تونستن سواد داشتن. اینها این کتاب ها هیچ کس نیومده به فارسی چاپ کنه، برگه هایش تو اینترنت میشه پیدا کرد، قابل خوندن هم هست. هیچ کس اصلا تعجب این کتاب هایی داست، چند تا قصه هست. بعد اصلا نمیدونن این ترتوسی، احمد ترتوسی مال ایران بوده، مال ترسوس بوده، یا مال کجا دیگه میگم، یا مال بابل بوده، هم چیزای درست نمیدونم. ولی خب برشاد به فارسی نوشته، عربی نیستش، یه متنی که به فارسی از اون تاریخ. چند تا شما کتاب دارید بشنم میشه پیدا کرد؟ بریم سرچی بکنیم. فارسی رو شیخ احمد ترتوسی، ترتوسی بگید نمیشته بکنم. بابا شیخ احمدی، آها میزم دارابنامه، دارابنامه خودش میاد بالا که چیه. پیروزنامه مثلا فکرم یکیشو فکرم یکیشو چاپ کردم. دارابنامه آن ترسوسی نوشتن، اسمش فکرم که خود چیزه که فکرم دقیقا معلوم نیست. دارابنامه ترسوسی یا دارابنامه ترتوسی، داستانیش منصور در حال دارا پادشاه کیانی، یکی از این قصه هایی که صد من چی میگن صد من یه جو میبافتن. خب مگه اکثر داستان فردوسی هم خب مال خودش هم که نیست، اونا میگه مش قصه رو سرهم کرد و تبدیلش کرده به شعر فردوسی. لذت داستان شاهنامه شما میخونین قصه دیگه، اکشن هم بیشتر. و اینها رو آیا به فارسی ترجمه، یعنی ترجمه که لازم نیست، به فارسی، به فارسی اینها رو چیز کردن، چاپ کردن کسی؟ کشتی روان کنید، هم دو چیچی برفتند و کش بیاورد، بیاوردند هر یکی چند زورقی. نمیدونم جند که می نویسن یعنی چند زورقی، و به آب اندر افکندند. قصه است دیگه. این ارزش نداره، نمیدونم که تصویر هایی هم مینیاتوری هم که باش اومده قشنگی، اینا رو هم کاشکی چاپ میکردن، به فارسی ساده تایپ کنن که مردم بتونن بخونن، چند کلمش هم توضیح بدن، یه قصه یه دیگه.
چون نمیخواد این قصه رو واقعا ببینین، خیلی باحاله به نظر. برم با میمون ها جنگ میکنم. خیلی کیوته، نقاشی کیوتی. واو that's cute. It's beautiful. چند تا من چیزاشو دارم ایمیجش، حالا باید بگردم پیدا بکنم. با رزولوشن بالا چند تا صفحه پیدا بکنم. من چند این سال پیش، 10 سال پیش میخواستم بخرم یکی دوتا از این صفحه های مینیاتورشو. Musical break. We have to have a musical break. خود آف به نظر می رویده. برگردیم این کتاب رو یه نگاه بکنیم. اسلام در ایران خیلی خوبه. این کتاب جیمز جویس یولیسیز به فارسیه. بهتر اول کتاب دابلینرزش رو بخونه و تیکایش هم من دارم. داستانه دابلینرز خیلی کوتاه هستن، شاهکار قرن بیستم دابلینرز. پاپر، کارل پاپرز، فیلسوف خردگرا. من نخوندم خود این کتاب بوده. خب کارل پاپر با فلسفه‌اش آشنا است. لیدی شیل این کتابیه به انگلیسی که یک از زنهای اشرافی انگلستان به ایران میاد و در دربار ناصرالدین شاه چیزایی که دیده رو نوشته، راه‌ها، جاده‌ها، طرز زندگی مردم. ناصر خسرو حسین اکرمی دیگه چی؟ دیوان طاهره قرة‌العین. این بعد نیست خیلی یکی دو تا آهنگاش رو در آوردن و تصنیع کرده بودن زمان شجریان خونده بود. گر به تو افتدم نظر، دجله به دجله، کو به کو، شهر دهم غم تو را. این آیا برای باب نوشته این شعر رو؟ I don't know. مردم این شعر رو میخونن نمیدونن که منظور چی بوده. و واقعا دوست داشتن با و واقعا عاشقش بودن. اینطور به نظر میاد. یا چند تا آهنگه. اوکی. نیست. میریم سر 2016 که شد. نه البته بعضیش توی فولدر هم رفته بوده. فرموشخانه و فریمیسونی. یکی چیزه خنددار در تاریخ ایران. ترس و دلخوره و شایعاتی که تا امروز در مورد فریمیسونری. اصلا نمیدونم کلمه رو کی گفته فراماسونر. این کلمه انگلیسی فری میسن. نمیدونم به فرانسه میگم فرا، فکر نمیکنم به فرانسه گفته بشن فرام ماسونر. ماسونر قبول دارم ولی فرا فراماسونر نمیدونم. و بعد چقدر خیالات پروری که اون فراماسونره، اون فلانه. نه بابا یه عده جمع میشدن مجلسی بوده فلان بوده. خب معلومه که افرادی هستن از کشورهای مختلف و گه کدام ممکن شروع کنم با هم صحبت کردن راجع به که کشورشون چه اشکالاتی داره، چه بلانی دارن. ای کاش ما میتونستیم این پیام رو برسونیم، شاید اینو بشه عوض کرد. به عقل خودشون فکر کنم با روابطی که دارن با کشورها و دولت‌های مختلف شاید بتونن. من نمیدونم همه داستانشون رو، ولی این که شما در بیه بگه همه جاسوسن، همه فلانن، واقعا حرف بسیار نارواییه. هیچ شکی نیست که خب کانتکت‌ها در همچین چیزایی به وجود ممکنه بیاد. همون دیگه تو مسجد های شیعه هرچی فساد و پلانه اونجاست. این کتابی در مورد برد واچین. این کتاب های سال پیش هم این کتاب خیلی قشنگه. این ها با تصاوی انواع اقسام. ما الان 4-5 نوع گنجیشک و پرنده مختلف کوچولو شکل گنجیشک میاد کنم و خیلی قشنگه. اینا رو
با اینا شناسایی میکنیم. Entrepreneurship اگه شما به venture capital علاقه دارین و سرمایه گذاری در های تک یا چیزهای آنچنانی، چند تا کتاب من اینجا دارم. Fermentation and cooking اگه شما به fermentation علاقه دارین که میشه میگیم تخمیر و اقسام آب جو یا چه هر یا پنیر یا چیزهایی که fermentation لازم دارن، تخمیر این تخمیر مثلا fermentation خیلی چیز جالبیه. اگه برین توی فلسفه شو تو ویکیپیدیا بخونیم تاریخ فرمنتیشن در کشورهای مختلفه، چقدر مثلا فرآورده های مختلف وجود داره از شیر. ما تو ایران نمیدونم چند تا کش کنیم، نمیدونم قرقروت و اینجور چیزا داریم، هر کشوری یه چیزایی داره و خیلی جالبه. بیزینس میوزیک چی دارم من؟ فلسفی اگین دانیل دنت چند دارم؟ دانیل دنت فیلسوف خوبیه چون پایش بر روی فیزیک و مهندسیه. ستیون پینکر فقط میخواد ثابت کنه که همه چی از نظر عددی بهتر شده نسبت به قرن گذشته، نمیدونم مرگ و میر، بیماری، فلان، برای ما باید خوشحال باشیم. اشکال اینجور تر فکرها که بیل گیتس و پولدارای اونطوری میخوان تشویق مثلا توضیح بکنن در جامعه اینه که به کیفیت زندگی که نمیشه روش عدد گذاشت توجه نمیشه. Western philosophy quinine. این کتابی کالتک چاپ کرده، it's weird. کالتک اصلا فلسفه نداره، هیچی نداره، ولی یک نفر یک کتاب چاپ کرده اونجا در مورد فلسفه. اوکی. William James. این چی؟ Will to Power، نیچه، فلسفه نیچه، Concise and Encyclical Philosophy. اوکی، مهم نیست. بیایم بیرون. Politics چی دارم؟ آها، رضا اصلان یه خود قرطی به نظر میاد ولی حرفاش اونقدر بد نیستش. اینکه خودشو مسلمون و مسیحی و اونجور چیزا میدونه، خب دیگه تفکر صادقانه ای به نظر من، این حرفی صادقانه نیست، ولی پیامی که میخواد بده و تأثیری که میخواد بذاره به نظر من تأثیر بدی نیست و از این نظر خوبه. شما الان چیزی که این بشریت بهش احتیاج داره اینکه همه خود آروم بشن. شکی آروم نیسته بمون هست calm down a little bit. Trump intelligence allegations، این کتاب خانم کلینتونه که پارس دارم. اینها رو در این کتاب ها اگر واقعا خوندین با بیدردتون خورد برای ناشر بود بسید یک کپیش رو بخرین تو امازون. کتاب های هیچینز من چند وقت کتاب تاریخ آمریکا رو میخونم، خیلی جالب. The stock market in the US. این کتاب ها تقریبا میتونم بگم بیارجش هم باشم. نانو ساینس و کتاب های کیپ فورن، کسی بی فیزیک نانو ساینس یا چند کتاب علمی باتنی یا شناسی. کیپ ثورن کتاب گرویتیشنش اینجاست، کتاب اون چیزش حتما باید الان به فارسیش که ترجمه نکرده. کتاب بلک هولز یا بلک هولز اند تایم وارپس، اینستاینز اوتریجس لگسی، محبوب ترین، یکی از محبوب ترین کتاب های در مورد تاریخ فیزیک قرن بیستمه و تو امازون شما نمیده همه فقط پرسشش میکنم و منم یه خود شک داشتم ولی خوندم و واقعا جالب. هم تاریخ اتفاقاتی افتاد، اشتباهات اینشتین، اشتباهات دیگران، اینکه همه اشتباه میکردن، همه بالاخره متوجه هم که اشتباهی دارن میکنن، در هیچ کس 100% حرفش درست نیست، و اینکه اصلا افکار مذهبی و اینها چقدر بی ربطن در این داستان. و خیلی خیلی کتاب جالبه در جور روسیه و روسیه چجوری دانشمندانشو زیر شلاق رشد میداد و همین پروژه گرویتیشنال ویوزشون اونجا قشنگ توضیح میده که چجوری از روسا علنا ایده رو گرفت و روسا رو خودش
چیز کرد، استخدام کرد تو کلتک، اوورد پولش از این برابر گرفت تا این دولت دیگه. شما این بابا بیشتر فقط عمیقی در آوردن پول بود برای پروژه لایگو. استاد ما بود، من هیچ کلاسیک کار نداشتم، می نمیشتر برشتر. این جایز نوبلش هم شما متوجه میشین، خیلی کتاب قابل فهم راجب خودش، راجب زندگیش، راجب خیلی چیزها و مسائل فیزیک رو بسیار ساده میکنه برای این رو. در خیلی کلاس چهارم رو Quantum Info Theory Seth Lloyd. این ها جالب، اگه کسی به کوانتوم چیز علاقه داره این Seth Lloyd کارش خوبه. کتاب این کرومن کتاب ما بود جوانی، Thermal Physics and Statistical Mechanics. این کتاب خوبیه در مورد هنر تحقیقات علمی. تیکه هایش رو خوندم اون موقع ها، خیلی جالب بود. خلاقیت و مسئله خلاقیت و تحقیق علمی و که شما چطور نباید گول همه حرفایی که دیگران خوردن رو بزنید و یه خودی چشمتون رو باز نگه دارید، این امکان رو بدین که ممکنه یه چیزی اشتباه. خیلی جالبه هنر تحقیق علمی رو سعی میکنم به دانشجو یاد بده. اوکی، من بازم بیشتر دارم. اوکی، شاید بزنم پاورپوینت. آها، ویژیتریان کوکینگ، شاید کتاب دارم راجع به آشپزی ویژیتریان. World History، جان مکی، اینا کتاب خیلی خوبه. این زیر چی شده؟ ساینس 2018. این زیر ساینس که نیسته چسته؟ یا World History. آها، اوکی، این کتاب مکی کتاب خوبیه. The Reserve. Into World History. John McKay. World Civilization. Humanist. اینا کتابای که این بعضیشون تمام فرهنگای تاریخ فرهنگای مختلف رو کاور میکنن و بعضیشون بیشتر فرهنگ غرب هستن. Western Civilization, House and Mouth. این کتاب خیلی خوبه، بهتر از کتاب شپیل وگله و خیلی روونتره، خیلی دیتیلاری رو واردش نمیشه. مأخذی که به شما میده خب میتونید اگه خواستین بریم پیدا بکنید. ادلر هم خیلی خوبه، World in راجعه همه فرهنگ جهان. یه همچه کتابی ما نداریم، این من پیدا بکنم الان ببینیم. 2018 هستش، World History. اوکی، کجا بودیم ما؟ بسته میشن. اوکی، ما میزنیم evo2.com/books. بیرون دوباره بشون بدم evo2.com/books و گفتیم 2018. این چیه؟ دیده داشتم من این چیزا، این چیزا رو داشتم. حالا برمی کنه میزه 2018 World History. این کتاب مکی رو درست بگم، Adler World Civilization. الان این هم کمپانی تکش نشون بدم، باید یه چیزی جدید باز میکردم. حالا دو روز تو میکشه این دانلود بشه. من اینو بازش میکنم، وقتی اومد دوباره برمیگردم.
اینکه کتاب اون یکی بود، مکی بود، ادلر مکی. آها، هاوس مالتبی. این که شپیل ووگل بود، بعد بیان اسلام در ایران پتروشفسکی رو گفتم که خیلی کتاب خوبیه. اوپس، کجا رفت؟ خیلی جالبه، چه علمی ترین کتابی که در مورد تاریخ اسلام در ایران نوشته شده. اوکی، بعد دیگه چی داشتیم؟ آها، این کتاب World Civilization Adler and Powell Powell's. خب یه دیگه وسط شما بیارم، سامری فیلم کمبودیا تاریخ ایست ایژا رو داره، خلاصه میکنه The Early South Southeast Asian States. The term Southeast Asia is a recent invention, not coming into wide usage until after World War II. It denotes an enormous and varied area ranging from Burma in the northwest to Indonesia's islands in the southwest. By general consensus, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand, and the Philippine Islands are included in this region as well. و تاریخ کمبودیا. Oh really? Cambodia. The original and current name of the Khmer state, otherwise known as Cambodia, was the greatest of the ancient Southeast Asian mainland kingdoms. It remained so until its slow decline and fall to the invading Thais. Its wealth was based on a wet rice agrarian economy that supported perhaps a million people in and close to Angkor Wat hastish Astrosh, which is just Mabadoshun Nishun to Angkor Wat Maxosh. Oh, no. Okay. Bakshu Vadim, because I'm a Axar Nishun. برگشتیم به اروپا، ایران را هم فکر می‌کنم کاور می‌کنه. پست کلاسیکال ایرا 800 تا 1400 CE. اصلا هم چیزی به فارسی نیستش، کتاب خیلی ساده، میگم کتاب پیچیده تز دکترا نیست، برای جوانای دبیرستانی نوشتم. کجا حالا ما دیویژن خیلی بابا اروپا رو کاور کرد دیگه، چیه این یونانه.
confused. همش اکثرا اروپاست که این من 7-8 سال پیش خوندمش و خوب بود. آرایت دیگه واو این ویدیو شد که من 5 ساعت هم بود. برگردیم ببینیم 2019 من یه مش کتاب دارم. این کتاب عزاداران بیل غلام حسین، مرحوم غلام حسین سایدی هستش. من داستان اصلیشو که اون عزاداران باشن خوندم، یه خود از جادو جنبل رو نمیدم چیزه اون شکلی من زیاد لذت دوست دارم چیز تا اونجا که ممکنه داستان رمان یا هر داستان تو حتی واقعگرا باشه متوال ممکنه یه دیگه خیلی هالیوودی بود به نظرم. اشکالم این بود حاج سیاه، این کتاب حاج سیاه اینجا هست که هم دو سه تا کپیش هم دارم ولی هم یکی هم تقریبا. آها این زیر 2019 است. Building the American Republic Volume 1. این کتاب من دارم میخونم و خیلی جالب بسیار تاریخ آمریکا در اون دو قرن سه قرن البته همه والیوم مانو توش ولی اون دو قرن سه قرن اولش خیلی برای من عجیبه. من واقعا خیلی چیزا نمیدونستم و معلوم شد که اکثر مردم آمریکا هم نمیدونن خیلی چیزا راجع به تاریخ خودشون. خیلی از حرفا که راجع مثلا قرن 17 هم 1600 تا 1700 اینجا نوشته به اکثر مردم هم خودگی وحشت میکنه اصلا نمیدونن و چون کاور آپ شده دیگه، مثل تاریخ ایران هست که همیشه کاور آپ کردن، اینا هم کاور آپ خودشون دارن. Anyway, این چند کتاب خوبیه. این هم چند تا سفرنامه زمان قاجار و چیزهای مختلف فتحعلی شاه، حاج سیاه، دوباره ابن بطوطه. این یک گزارش جالب دیار ترکمن. فکر نمی کنم چیز جالبی باشه ولی چیز جالبی توش بود. فکر کنم اواخر قاجار هستش فکر کنم و ایل های مختلف ترکمن رو راجبشون گزارش جمع کردن که اینا چی هن، چه روابطی دارن، چه جوری هن. و جالبه این که مثلا اینا خداشون رو یه عده یه گروهی از خودشون رو که مثلا بچه های فلان برادره بودن که حالا شدن یه قبیله ای اونها رو همیشه ضعیف کردن و ضعیف میدونن و تو سرشون زدن و چندین بار خودشون مثلا با چه میدونم فرزندان و پسر عمو یا فلانشون جنگ کردن قبیله ای و مثلا یکی رو برده اون یک قبیله برده یه قبیله دیگه شده. خیلی جالب. از دل بیان هر وقت خواستیم ببینید کسی مغزی داره یا نه ببینید که راجع هنر چی نمیسته. یکی کتاب هایدگر در مورد هنر زود متوجه میشه این طرف های واقعا چیزی میدونه بی خود یا بی خود فقط میخواد یه چیزی نمیشته باشه. اوکی اینم یک داستانی به امروز. امیدوارم که این ویدیو به درد شما خورده باشه. اگر به دردتون خورد و جالب بود یادتون نره یه لایک چیزی بزنید و به دیگران هم سفارش کنید که واقعا چیز خوب خیلی زیاده الان وبسایت های خوب هست. من باید پیش من یه ویدیو درست کنم راجع به کانال های دیگه که پیدا کنم که با محتوا هستن و وبسایت های فارسی که محتوا دارن. مثلا همین این توانا خیلی چیز خوبیه. صفحه توانا نفهم اینستاگرام نمیدونم دارن یا نه ولی فیسبوک و توییتر اینها دارن و واقعا هدف خوبی دارن. کارشون 100% بدون اشکال نیست ولی هدف نیکی دارن. میخوام مردم آموزش دموکراسی، آموزش آگاهی از تاریخ بشر آموزش بدن که مردم آگاه بشن و خیلی خوب اگه تونستیم براشون یه پولی هم بفرستیم. با اجازهتون شب روزتون بخیر. خدا حافظ.